خب بازم سلام خدمت همه دوستان و همراهان عزیز، امیدوارم که همیشه سلامت سرحال و قبراق باشید و از گزند هر گونه بدی و انرژی منفی بدور باشید. خب این ویدیو هم از شهر تون است و میخواهم که از یک زاویه خیلی زیبا منظر شهر را برای شما به نمایش بگذارم. اول میرویم به دیدن یک قلعه قدیمی و بعد یک کلیسای قدیمی که در کنار هم هستن و به نوعی میشه گفت که در بالا واقع شدن، که همینطور میبینید ما به سمت بالا میرویم و از بالا هم منظره شهر را میبینیم و هم این دو سازه زیبا و قدیمی را تماشا میکنیم که به نوعی میشه گفت که نماد شهر تون هستن این دو سازه و بنای قدیمی. امیدوار هستم که از تماشای این تصاویر لذت ببرید و دیگه لایک و سابسکرایب هم یادتان نرود، چون نیاز داریم و قوت قلب و انرژی مثبت به ما وارد میشه تا ما صحنه‌های بهتر و بیشتری را برای شما تهیه کرده و به نمایش بگذاریم. تشکر خیلی زیاد، با ما همراه باشید و ادامه ویدیو. تشکر، همیشه سلامت و سرحال باشید.
خب با سلام مجدد خدمت دوستان عزیز، امیدوارم که خسته نشده باشید تا این لحظه از تماشای ویدیو و به تماشای ویدیو ادامه بدین تا آخر، چون صحنه های جالب همچنان ادامه دارد. خب همونطور که مشاهده میکنید این یک قلعه قدیمی و بسیار زیباست که یک جلوه خاصی چه از دور و چه نزدیک به شهر میده، چون در جای بلند واقع شده و همینطور که میبینید شبیه فیلم های قدیمی و افسانه ای این قلعه ساخته شده است. یک چیز جالب دیگه که آدم وقتی دقت کنه متوجه میشه و ای است که یعنی درست است که کشور سوئیس یک طبیعت بی‌نظیر و زیبا داره و شاید زیباترین در عالم، ولی ساخته های دست بشر هم، یعنی چی بناها، ساختمان ها، هر چی که بشر ساختم اون زیبایی طبیعت را از بین نبرد، یعنی هماهنگ است با اون زیبایی طبیعت. این معماری و دیزاین و هر چیزی که هست از همون قدیمش چی جدیدش، یعنی حتی ساختای جدیدش و قدیمش، یعنی هماهنگ است با اون طبیعت اطراف خود، یعنی خراب نمیکنه. یعنی تو وقتی میبینی میری یک دیهات یک شهر و میبینی از دور، یعنی با اون طبیعت با هم ادغام شده، یک هارمونی و یک ترکیب خیلی قشنگ و زیبا رو به وجود آورده که به خاطر همین آدم کسل نمیشه از دیدنش. بعضی کشورها میری مثلا میبینی که طبیعت خیلی قشنگ داره ولی یک بنای ساختن که تمام زیبایی و منطقه رو همه رو خراب کرده، ولی اینا خیلی اهمیت میدن که مثلا هر چی میسازن هماهنگ است، چه از نظر رنگ، دیزاین و مکان و از همه ابعاد. خلاصه خیلی با هم متناسب و همگونی داره و آدم از دیدنش کسل نمیشه. خب دیگه زیاد پر حرفی نمیکنم و شما دعوت میکنم به دیدن ادامه ویدیو. امیدوارم که لذت ببرید، خوشتون بیاید و اگر تا هنوز حمایت و سابسکرایب نکردید حتما این کارو بکنید تا ما با انرژی بیشتر و با قوت قلب بیشتر به کارمون ادامه بدهیم و تصاویر بهتری را تهیه کنیم. تشکر خیلی زیاد. دوستان عزیز، تصاویر قلعه تمام شد و حالا میریم به تصاویری از نمای بیرون کلیسای قدیمی شهرتون. امیدوارم که خوشتون بیاد و بیننده ما باشید. تشکر.
دوستان عزیز، اینجا انقدر تصاویر زیبا و قشنگ است که حیف آمد خودم در این تصویر نباشم که یادگاری باشد. خیلی قشنگ است اینجا. اینجا این مکان تاریخی که است میگن شتاتسکیرخه یا همون کلیسای شهر. امیدوارم که خوشتان بیاد و به دیدن بقیه تصاویر ادامه بدید و سابسکرایب هم یادتان نرود. تشکر. Thank you.